چون نشستن بیامون نبودن از ریزش آب از طبقه بالا. انشالله که سر و سامونی داده بشه ورزشگاه آزادی. گفته میشه سال آینده ظاهرا میخوان تغییراتی رو اعمال بکنند. ده دقیقه بیشتر فرصت نمونده. لحظات به سرعت داره برای پرسپولیس میگذره و از حملات پرتعداد این تیم هم خبری نیست. جست و گریخته حرکت هایی رو انجام میدن اما اونقدر کارساز نیست که دروازه استقلال رو باز بکنه. رحمتی میدا بودی کیانوش رحمتی یه پاس عالی به سمت چپ. آفساید نیست. موقعیت برای بازیکن استقلال. یک ضربه رو به جلو و توپی که به بیرون میره. حرکتی آرش برهانی از سمت چپ انجامش داد. محمد نوری یه پاس عمقی خوب. موقعیت برای بازیکن پرسپولیس. زاید و توی دروازه. گل برای تیم پرسپولیس و حساب کار 2-1 میشه. زاید چه بازی رو برای گل زدن انتخاب میکنه. معمولا بازیه که 2-1 میشه احتمال 2-2 شدنش هم هست. هواداران پرسپولیس به وجد میان. حالا اونا با روی بهتری به بازی ادامه خواهند داد و این دقایق پایانی مسلما پرهیجان تر دنبال میشه. مدافعان استقلال جا موندن. امون زاید تک به تک شد با رحمتی و به این ترتیب با یه ضربه دقیق و زیبا دروازه رحمتی رو باز میکنه. پاس خوبه محمد نوری. منتظری هم جا میمونه و در نهایت زایده که دروازه رو فرو میریزه. حالا بازی با هیجان بیشتری دنبال میشه خصوصا برای هواداران پرسپولیس که امیدوارانه به این دقایق پایانی نگاه میکنند. 2-1 میشه نتیجه. بالاخره باز چند حمله پرسپولیسی به گل رسیدند از راه عمق. از راست مهدوی کیا رو به جلو حرکت میکنه. سان میکنه روی دروازه. موقعیت و توی دروازه. توی دروازه. امان زاید پرسپولیس رو به بازی بر میگردونه. به فاصله 2 دقیقه 2 بار دروازه استقلال باز میشه. یه بازی دراماتیک برای پرویز مظلومی که هنوز داره به دقایق گذشته فکر میکنه و پرسپولیسی که در این بازی شکست نمیخوره. غافلگیر شدن بازیکنان استقلال و دنیزی هم بی شکست میمونه در داربی. البته بازم زمان باقی مونده. ببینیم با هم جاگیری عالی بین مدافعان استقلال و ضربه زاید که به این شکل درون دروازه رحمتی قرار میگیره. ضعف در بین مدافعان استقلال و سانترهای نابود کننده مهدی مهدوی که در رده ملی واقعا به کمک فوتبال ملی ما اومده. اینجا به کمک پرسپولیس با این سانتراش و زاید دروازه رو به این شکل باز میکنه. روی همون تاکتیکی که مصطفی دنیزلی میخواست پرسپولیس به گل رسید. یعنی سانترهای مهدوی کیا و ضربه که زاید زد. حالا زاید نشون میده که میتونه بازیکن موثری برای پرسپولیس باشه. بخش قرمز ورزشگاه بسیار پرتحرک دیده میشه. میلاد میدابودی ضربه رو میزنه. این طرف برخورد پرسپولیس 10 نفره به بازی برمیگرده. فراموش نکنیم این رو. پرسپولیس 10 نفره بود وقتی که تونست بازی رو از 2-2 به 2-2 تبدیل کنه. پرتاب توپ از حمودی. رحمتی بلند برای دروازه میفرسته توپ رو. یاران استقلال توپ رو میگیرند. زندی و ضربه ای که نفسگیر به بیرون میره. بله اگه همکارانم مقدار دقیق اسمس ها رو اعلام بکنم ممنون میشم. بله 4,300,000 اسمس تا به این لحظه فرستاده شده
41%، استقلال 44%، پرسپولیس 13.5، تراکتور و 1.5 هم برای سایر تیم ها. تا آخر برنامه فرصت دارید که باز هم در مسابقه پیام کوتاه شرکت بفرمایید. یه بازی زیبا بود داربی 74 تهران، خصوصا نیمه دومش خیلی بازی زیبایی رو دیدیم. پرتاب به وسیله شکوری، اون نتیجه 2-2 بازی داربی جام ولایت تکرار میشه. خطا به نفع استقلال. شریفات میره برای زدن، موفق به این کار نمیشه. شکوری حرکت میکنه، هر حرکت پرسپولیس حالا خطرناک نشون میده. نوری حرکت میکنه اما توپش رو میگیرن. پرسپولیس در این دقایق پایانی با وجود اینکه یه یار کمتر دارن اما انگیزه زیادی دارن که گل سوم رو هم بزنن، اما استقلال هم جلو اومده و داره حمله میکنه. خب شریفت به خاطر اون حرکت قبلیش کارت زرد میگیره از آقای فقانی. آقای فقانی که اول کمک داور بود، در سال 83 اولین قضاوتش با کمک داوری بود و به هر حال بعدا تونست به داور بین‌المللی ما تبدیل بشه. از سال 2008 هم وارد لیست بین‌المللی فوتبال کشورمون شد از سوی کمیته داوران. ضربه سر، یه فرصت برای بازیکنان استقلال پشت منطقه جریمه. اشتباه میکنن، اونا به هیچ وجه رویه قبلیشون رو ندارن در این لحظات. حالا یک فرار از سمت چپ، آفسایدی هم نیست اما توپ به بیرون میره. آرش برهانی به این توپ نمیرسه. 3 دقیقه بیشتر فرصت باقی نمونده. اون هواداران پرسپولیسی که ورزشگاه رو ترک کرده بودن افسوس میخورن که چرا دو گل این تیم رو ندیدند. خب یاران استقلال صاحب توپ، تکل بلند از علی کریمی، حمودی، پاس رحمتی، توپ در اختیار منتظری و بعدش هم سید مهدی رحمتی قرار میده. خب یرکوویچ، همون بازیکنی که مسئولان برگزاری مسابقه خیلی دوستان که جوکوویچ نامش باشه، به زمین مسابقه میره. اما تنوز که نرفته، تا لحظه دیگه در ترکیب تیم استقلال قرار خواهد گرفت. پاس بلند از مهدوی کیا، خطرناک به نظر میسید تیم پرسپولیس در این دقایق پایانی. علی کریمی محکم به سمت دروازه میره و خطا پشت محوطه جریمه و به نفع استقلال. خطای هند علی کریمی گرفته شد. 2 دقیقه بیشتر فرصت باقی نمونده. صحنه رو مرور میکنیم. اینجا تعادلش از دست توپ با دست گرفت، به این امید که داور خطا میگیره اما داور خطا رو نگرفت. خب یه تغییر در دقایق پایانی، محمد نوری که خوبم بازی کرده در لحظات پایانی جای خودش رو به بادامکی میده. اون طرف هم یرکوویچ به زمین بازی خواهد رفت. زندی، تغییر منطقه بازی به راست، حمودی. استقلال آخرین شانس های خودش رو جستجو میکنه با یه بازیکن بیشتر. رحمتی پاس برای حمودی، حمودی دو تا بازیکن در مقابلش هستن. سانت زمینی این بازیکن، یوسفی در منطقه جریمه، پاس به بیرون و توپی که یاران پرسپولیس برش میگردونند. زاره، بازی دنبال میشه. موقعیت ضد حمله برای پرسپولیسی ها. ایمان زاید، خب هنوز تعویض انجام نشده، گوینده ورزشگاه تعویض رو اعلام کرد. میداودی قراره که بیرون بره. تابلو داور چهارم هم که فقط یه طرفش نشون میده که چه شماره ای قراره که تعویض بشه. میداودی بیرون میره و یرکوویچ تا لحظات دیگه به زمین بازی خواهد رفت. یک بار دیگه بازیکن پرسپولیس از سمت راست حرکتی رو انجام میدن. مهدوی کیا
داور چهارم ولی فکر به حالا این تابلوش میکرد. ها 3 دقیقه مشخص شد، 3 دقیقه تابلوش یه طرف هست. بله ملاحظه میفرمایید اگر هوادار استرازی گزینه 1، گزینه 2 پرسپولیس، گزینه 3 تراکتور و گزینه 4 سایر تیم ها تا پایان برنامه فرصت دارید که به شما 10000 بفرستید. بعد از بازی هم که مصاحبه مربیان رو خواهیم داشت. تا پایان برنامه فرصت دارید که شرکت بکنید. 3 دقیقه زمان تلف شده رو ببینیم که درش چه اتفاقاتی خواهد افتاد. بازی فوق العاده حساس در این لحظات پایانی. شکوری آماده میشه برای یک پرتاب. دو تا بازیکن پرسپولیس در منطقه جریمه هستند اما کم تعداد هستن برای استفاده از پرتاب بلند. بادامکی میبره به گوشه زمین، میخواد کورنر بگیره یا اینکه حرکتی رو انجام بده. همچنان بادامکی سانتر او بروی دروازه، فرصت این زمان توی دروازه، توی دروازه، گل برای پرسپولیس. یه گل استثنایی دیگه، حساب کار 3-2 میکنه ایمان زاید. یه کشف بزرگ برای پرسپولیس و حالا پرسپولیس بازی 2-0 باخته رو با 10 نفر 3-2 میبره. یه بازی باور نکردنی شد در این دقایق پایانی. خط دفاع استقلال واقعا پر اشتباه و پرویز مظلومی که دیگه رکوردش رو از دست داده. نگاه کنیم این توپیه که بادامکی بروی دروازه میفرسته، باز همین بازیکن جانشین کارساز شد. تعویض‌های مصطفی دنیزلی همشون رویایی بودن برای پرسپولیسیا. بادامکی هم پاس گل داد. نگاه کنید پاس زمینی به دهانه دروازه، جاموندن حنیف، چرخش قشنگ ایمان زاید و گلزنی این بازیکن. حالا پرسپولیس خودشون میپرسن که چرا این بازیکن بیشتر از اینا بازی نمیکرد برای این تیم. یه سانت دیگه پشت منطقه جریمه پرسپولیس تو میگیرند. خطا. فراموش نکنید که پرسپولیس 10 نفره بود و این نتیجه رو گرفت و استقلال نتیجه رو میگیره که کاملا به سود سپاهان و تراکتور سازیه. خطای زندی بر روی زاره. برخلاف نیمه اول و دقایق آغازی نیمه دوم پرسپولیس از موقعیت های گلشون خوب استفاده کردند. دیگه وقت چندانی باقی نمونده، فقط 20 ثانیه موقعیت مونده برای تیم استقلال که جبران بکنه و به بازی برگرده. یه بازی فراموش نشدنی شد برای تیم پرسپولیس. یه سانتر بلند، موقعیت برای استقلالیا، فشار دارن میارن. این توپ برای زندی و حالا توپ از اونجا بیرون میاره. مازیار زاره همچنان داره حرکت میکنه و سوت پایان این مسابقه و برتری 3-2 پرسپولیس در مقابل استقلال. بعد از 2 سال پرسپولیس موفق به شکست استقلال میشه. در این فاصله اونا باختای زیادی رو پذیرفتن اما در این مسابقه به طرزی عجیب به بازی برگشتن و 10 نفره جبران کردن و بازی رو 3-2 به پایان رسوندن. درصد مالکیت تو 59-41 به نفع استقلال رو نشون میده و سایر آمار رو هم ملاحظه فرمودید. 70% در میانه زمین و بله الان هم کارش میکنم که 4,600,000 SMS به دست ما رسیده که آمار رو هم در پایان برنامه تقدیمتون خواهیم کرد. بازم فرصت دارید که در مسابقه پیامکی ما شرکت بکنید. اینم هواداران استقلال که در این هوای سرد به هر حال شاهد شکست تیمشون بودن. تا لحظه دیگه با مصاحبه با مربیان در خدمتتون خواهیم بود. در این فاصله شما عزیزان میتونید صحبت کارشناسان رو گوش بدید و در خدمت همکارانمون هستیم. پیمان یوسفی با کارشناسان برنامه صحبت خواهد کرد. به حال یه بازی دراماتیک بود که در نهایت استقلال بازی رو 3-2 واگذار کرد. فعلا تا مصاحبه مربیان که در خدمتتون باشه از روتون خداحافظی میکنم تا ببینیم که مربیان با مصاحبه موافقت خواهند کرد یا خیر.